خب تو درس یک و دو ما تمام اصول پیانو رو یاد گرفتیم، از لحاظ شماره انگشت، از لحاظ کتاب ها، متد ها یاد گرفتیم که دست راست به چه شکله، دست چپ به چه شکله. پس یک بار دیگه یه دوره کنیم، دست راست دست چپ باید این به این شکل باشن. ببینید الان یعنی دست چپ، ببین دو می فا سول، هیچ کدوم اینجوری نپرید بالا یا اینجوری بند بزنه، این اشتباه. پس اینجوری شد. حالا دست راست هم همین میتونه باشه. خب این از این. اما حالا میخوام یه خود با آکورد ها آشنا بشیم. تو پیانو آکورد های متفاوت داریم. مثلا آکورد همیشه بدون سه صداست، یعنی سه تا نوت با همه. مثلا آکورد می مینور سه تا رو با هم میگیریم، مثلا لا مینور سه تا با هم، فا سه تا با هم. خب پس سه تا نوت من دارم با هم میگیرم، اسمش آکورده. اما آکورد داریم مینور، آکورد داریم ماژور. تفاوتاش مثلا به این صورته. ببین مثلا تو این آهنگ، خب تو این آهنگ به ما گفته ببین مثلا جلوی آکوردی که ام کوچیکه، مثلا جی ام، دی ام، مثلا باز سی ام، آکوردی که جلوش ام کوچیک باشه ببین بهش میگیم مینور، اینا آکوردای مینور. آکوردی که جلوش هیچی نباشه ببین ماژوره. پس فرق پیدا کردن آکورد مینور و ماژور تو چی شد؟ مینور از کجا بفهمیم یه آکورد مینوره؟ جلوش ام کوچیک داره، این یعنی آکوردمون مینوره. از کجا بفهمیم ماژوره؟ جلوش هیچی نداره. پس اول باید یاد بگیریم که آکورد مینور و ماژور چیه. پس اینو متوجه شدیم. بعضی موقع تو آهنگا میبینی مثلا ببین اینجا مثلا نوشته لا ماژور 7، عدد 7 میبینی. وقتی که این 7 بیاد ما به اصطلاح بهش میگیم تو موسیقی 7 دیگه، آکورد که 7 عددی که جلوی نوت بیاد بهش الان میگیم 7. آکورد 6 هم داریم، 7 هم داریم، متفاوته. متا وقتی 7 میاد آکورد از 3 صدا میشه 4 صدا. پس تنوع آکورد خیلی مهمه توی پیانو، انواع اقسام آکورد ها رو داریم. اما بنا چند نمونه فقط برات آکورد میزنم. انا آکورد 3 4 رو میخوام بزنم. یعنی شد آکورد 3 4 رو. حالا 4 4 رو چهارم. پس سه چهارم دیدی سه تا نوت بود، چهار چهارم چهار تا نوت باش کرد سر کار دارم. حالا میخوام آکورد هشتایی باز بزنم، یعنی بعد هشت تا نوت بزنم به این صورت. آکورد هشتایی باز. حالا آکورد هشتایی رفت و برگشت. خب اینم از آکورد هشتایی رفت و برگشت. خب الان چندی مدل کار کردیم. حالا مثلا همین چهارچهارمی که من زدم میتونه چهارچهارم ترکیبی باشه، یعنی ترکیب چند تا نوت با هم. ببین مثلا یعنی آکورد ترکیبی شد. خب پس تفاوت داره آکورد های ترکیبی، آکورد های باز و آکورد مثلا 6 و 8. خب آکورد 6 و 8 تقریبا باید فرم دستت هم یه ریتمی داشته باشه، یه شکلی داشته باشه. ببین مثلا بتونیم 6 و 8 رو مثلا به این صورت هم بزنیم. خب به این صورت میشه. ضربه میشه دولا چنگ سلا چنگ، تک ضربی میشه زود بعد بزنیم به این صورت. پس این آکورد هم میشه. پس آکورد ها رو شناختیم، سه چهارم، چهار چهارم، چهار چهارم ترکیبی، رفت و برگشت، آکورد هشتایی باز. این تفاوت آکورد هست. بعد تو هر آهنگ متنوع است، متفاوته. الان من میخوام که یک آکورد چهارتای باز ترکیبی تقریبا بزنم. فقط نگاه کن ببین وقتی که آکورد
میاد قاطیه، یا همین تو درس یک و دو هم بهت گفتم. الان تو این درس، درس شماره 3 داریم آکوردا رو تقریبا یاد میگیریم که به چه صورته. ببین باز پدال رو ما میگیریم، تو آهنگ پدال میگیریم، ولی تو کتاب زدن مثل بیر مثل هانور فرقی نداره، تو اونا ما این کار رو انجام نمیدیم. که آکوردش من از دو تا آکورد زدم بخاطر اینکه خوشگل تر بشه. وقتی وارد تر بشی میتونی آکورداتو ترکیب کنی، به اصطلاح میتونی اول چارتایی کنی بعد یهو آکورد هشتایی قاطی پارتت کنی، به شرطی که این نوتات تداخل نداشته باشه. پس میتونی تلفیق آکورد هم داشته باشی. ببین به این صورت مثلا میتونی یه 4/4 رو بزنی، بعدش میتونی هشتایش کنی. ببین الان مثلا 4/4 رو یعنی چی شد؟ این شد شیشتایی. پس تفاوتی توی آکورد ها داریم بر اساس هر آهنگ، حالا آهنگ میخواد کلاسیک باشه یا ایرانی باشه متفاوته. تو آهنگ های ایرانی بیشتر مینور داریم چون گام احساسیه بهتره، تو آهنگ های خارجی بیشتر ماژوره، آکورد های ماژوره یا گامش ماژوره، یه خورده به اصطلاح خشنه. ما به اصطلاح ببینیم مثلا یعنی لا مینوره، خب حالا مثلا ماژور، می ماژور، لا ماژور. می‌بینی؟ تنوع داره. پس می‌تونیم تو هر آهنگ ما یه مینور داریم یه ماژور داریم، با ترکیب اینا با هم می‌تونیم یک تنوع تلفیق خوبی رو داشته باشیم توی آهنگمون، توی آکوردامون، توی پیانو زدنمون. پس بیشتر مینور گام خیلی خوبیه علاوه بر اینکه آهنگای ایرانی هم توش زده میشه، ولی توش ماژور هم هست. ولی مثلا خب آهنگای خارجی، آهنگای کلاسیک، خب طبیعتا خاصیتش حالا اینه که با ماژور شروع میشه. میگم ماژور یه گام تقریبا میشه گفت خشنیه، یه صدای خشنی داره و بر اساس آهنگای خودشون ساخته میشه. اما اومدیم تو جلسات پس نوتا رو کامل یاد گرفتیم، دیز بمول بکار رو یاد گرفتیم، ارزش نوتا رو یاد گرفتیم، نوت چهار ضربی که تبدیل میشه به چهار لوچنگ. خب اما کلیدها میخوام یه سری عوامل هم یاد بگیریم. ببین این کلید سوله، این علامت یا این علامت همون چهار چهار. ببین ما چند تا نوت داریم، یه ضرب، دو ضرب، سه ضرب، چهار ضرب. هر موقع اینو متوجه نشدی میزان، ببین خطی که تموم میشه یعنی میزان تموم شده، این میشه یک میزان. هر تعداد نوتی که تون بود از اون میتونی بفهمی میزان تو. یه موقع چهار چهارمه، ببین اینجوری مینویسن چهار چهارم، یه موقع اینم چهار چهارمه، میبینی سی میذارن، این سی رو گذاشتی یعنی چهار چهارم. پس به این صورته. میبینی هر آهنگ متفاوته. من مثلا ببین یه آهنگی که آوردم، مثلا بیا این آهنگ سه چهارمه، حالا آکوردش رو پیدا کنی به خاطر همین میگم. ببین مثلا یعنی شش چهارمه. پس متفاوته آکورد ها و نوت هایی که بخوایم تو اون گام بزنیم. پس آکورد مینور و ماژور چی شد؟ هر موقع جلوی یه آکورد، ببین تو این صفحه هست، جلوی یه آکورد ام کوچیک، میبینی ام بود یعنی مینور، جلوش هیچی نبود مثلا مثل این میشه ماژور. اما اگه دقت کرده باشی این لاتین موسیقیایی یا آکادمی موسیقیه که در واقع انگلیسی یا لاتین، ما تو ایرانی مثلا میگیم دوره می فاسولاسی، اونا دوره می فاسولاسیشون بر اساس این A B C D E F و نوت B هستش. خب یعنی دوره می فاسولاسیشون به این صورت لاتینه. حالا اگه اینجا توی کتاب بیه منان خب بینیم بگیر نه اشمی کنم
داره. خب تو اینها نشون میده. ببین آها اون کتاب اشمیتی که من گفتم، حالا میخوایم تفاوت ها رو نگاه کنیم. ببین مثلا انا ببین کلید سول داریم، تو پیانو ما دوتا کلید داریم، یک کلید سول یک کلید فا. بعضی موقع تو آهنگ ها به این صورته، تو درس هم به این صورته. پس این دوتا کلید مال پیانو هستن، کلید سول کلید فا. کلید سول تقریبا هر نوتی که میبینید روی پنج خط حاملی که باشه ما میزنیم، کلید فا نه تبدیل میکنیم. یعنی اگر اینجا رو خط مثلا ببینید یک دو سه چهار، رو خط چهار ره ره نمیزنیم، تبدیل میشه نوتا که تو درس های خیلی جلوتر بالاتر میگیم که باید کلید فا رو چجوری اجرا کنه. ببین تا آخر مثلا این کتاب میبینید همش تفاوت ها رو انجام خواهد شد توی کلید سول توی کلید فا. بعضی از کلید ها میبینید سرکلیده، یعنی این مثلا سرکلیدش ببینید چند تا نوت دیزه، اینو ببینی سرکلیدش چند تا بموله، پس میتونه از یه بمول یا از یه دیز باشه تا 7-8 تا. این سرکلیده به اصطلاح میگن که مثلا این آهنگ تو این گام هست، اینم سرکلید داشته. مثلا این نوت میبینی دیزه، این نوت بموله، پس به این صورت میتونه باشه. خب حالا که تقریبا آکوردا رو یاد گرفتیم، آکورد 3/4 رو یاد گرفتیم، 4/4 ترکیبی باز رفت و برگشت، هشتایی باز، پس میتونیم آهنگامون رو روال بیاریم. حالا من برای نمونه زدم باز متوجه بشی به چه صورت هست این عوامل و این موزیک ها آهنگ ها. خب اما تو جلسات پیش تو دو درس اول یادته گفتم که بغیر از این نوتای سفید ما یه نوتایی داریم به نام نوتای دیز و بمول، این نوتای سیاه 5 تا هستن. ببین هر موقع می‌خواستیم دومون رو پیدا کنیم، ببین یه دونه دوتا داریم یه دونه ستا، اون دوتایی اولیش میشه نوت دومون. میبینی باز اینجا دوتا اولیش میشه دومون، اینجا باز دوتاش میبینی دوتا تکیه اولیش میشه دوم، به همین ترتیب دو ره می فا سول لا سی، دوباره دو ره می فا سول لا سی تم. خب حالا از کجا بفهمیم دیز و بمول چیه؟ هر موقع ببین از یه نوت، خب این نوت دوه سفیده، نوت بکار، نوت معمولی، نوت دو. از یه نوت نیم پرده بریم بالا، ببین دو، از دو دارم نیم پرده میرم بالا، نیم پرده یه نوت بری بالا میرسی به دیزش، نیم پرده بیای پایین میرسی به بمولش. پس الان دو تا چیز یاد گرفتیم، آکورد از کجا بفهمیم مینور و ماژور، از ام کوچیک. هر موقع جلوی آکورد ام بود یعنی مینور، هر موقع جلوش هیچی نبود یعنی ماژور. حالا دیز و بمول از کجا بفهمیم؟ هر موقع از یه نوت نیم پرده رفتیم بالا دیز میشه، نیم پرده اومدیم پایین بمول میشه. پس الان اینا رو هم میتونیم بفهمیم. ببین این نوت مگه دو نیست؟ نیم پرده میام بالا میشه این دو دیز، بغلش چیه؟ بیام پایین میشه ره. پس نیم پرده مگه نگفتیم بیام پایین میشه بمول، پس این یه دونه میشه دو دیز ره بمول، درست؟ حالا بعد این نوت ره مگه نیست؟ نیم پرده میام بالا این میشه ره دیز می بمول، ببینی؟ نیم پرده میام بالا نیم پرده میام پایین، پس هر کدوم از اینا یه نوت بمول دیزن، هر کدوم دوتا نوت میشن. خب پس این به این صورت، حالا اینم انجام شد، اینم شد می بمول. حالا فا، این میشه فا دیز، بعد سول بمول، این میشه سول دیز لا بمول، این میشه لا دیز سی بمول، درست؟ پس نیم پرده از نوت بریم بالا، از نوتای بکارمون یا به نوتای سفیدمون، نیم پرده بریم بالا دیز، نیم پرده بیاییم پایین بمول، بعد که نوت خونسا میشه همگه از یه نوت دیز یا بمول اومدیم پایین اینا میشه به کار خونسا میشه. خب پس اینا رو هم یاد گرفتیم به چه صورتی هست. حالا میریم چیکار میکنیم؟ اما اینجا میخوام آکوردا رو من الان برات مینویسم، اون نوت ها رو ببین توی زبون ها متفاوته دیگه. تو لاتین ببین به این صورت اینجوری مینویسم، ببین این دو، این ره، می، فا، سول، لا، سی. ببین این لاتینشه، هفت نوته، میبینی از اینجا شروع میشه، یک دو سه چهار پنج شیش هفت، درسته؟ سی دی ای اف جی ای بی. خب اینا رو وقتی یاد بگیری هم تو آکوردا تو آهنگ که بهت نشون دادم متوجه میشی که به چه صورته. این هفت نوت رو
به اصطلاح لاتینه دیگه، نوتای ما تو فارسی خودمون میگیم دوره میفاسولاسی، ولی اونا میگن دوره میفاسولاسیشون بر اساس همین لاتینه. خب حالا زیرش فارسیشو مینویسم، اینا رو یاد بگیرید چون اینا آکادمی اصلیه دیگه. ببین اها اینجوری شو، ببین اون شد دو ره می فا سول لا سی، درسته؟ پس این هفت نوت لاتینه مونه که اینا تو آکورد به دردمون بخوره، تو همون ماژور و مینورایی که گفتیم. الان ببین الان مثلا بگیم که اینا آکورده، آره الان این هفت تا همشون آکورده ماژوره. میبینی میتونیم بگیم دو ماژور ره ماژور می ماژور فا سول لا سی. حالا جلوش ام بیاد مثلا میشه دو مینور ره مینور می مینور فا مینور سول مینور لا مینور سی مینور. پس از این میتونیم یاد بگیریم. ببین الان اینی که من بهت گفتم به فرض تو این آهنگ گلچین آهنگا نگاه کن، یا آهنگ وسطش انتخاب کن، بیا همه چی توش هست، هم کلاسیک هست هم ایرانی. ببین دیگه تو آهنگا تو میبینی این یه چیز آکادمیه دیگه. ببین الان اون چیزی که من گفتم الان دیگه تو اونا رو یاد گرفتی، حالا امشو بذار کنار. الان این چی بود؟ ای نمیگیم، ولی نگاه کن اینها، اینجا ای یعنی چی؟ یعنی لا. پس از این میفهمی اسم این لا، اسم این ره. از این میتونی بفهمی، خب این میگه لا مین لا ماژور، این میگه ر مینور، درسته؟ یا مثلا نگاه کن می مینور، میبینی ر ماژور، این تو آهنگه. پس تو آهنگ ها لازم میشه، پس اون لاتینی که من میگم به این صورت هست، درسته؟ این لاتینه یعنی این، یعنی دوره می فاسولاسیمون به این صورت، به صورت لاتین، چون به درد آکوردامون میخوره انجام میشه، درسته؟ خب حالا میخوام اینو بذارم کنار تا اینجا آکوردا رو. خب تا اینجا یاد گرفتیم پس آکورد به چی میگن، به چه صورت هست. خب حالا یک بار دیگه آکوردایی که زدم، آکوردم میزنی همیشه یاد باشه، هر آکوردی میزنی ببین من باز دوربینه خود پایین تر میگیرم، ببین باز من پدالو، ببین اینها پدالو میگیرم، ببین باش میزنم، اگه نباشه نگاه، ولی پدالو میگیری. خب این به این صورت. حالا میخواییم آکوردهای متفاوت رو بزنیم. ببین آکوردهای متفاوت من دوباره یه ریویو میکنم چون مهمترین قضیه است. پس الان یاد گرفتیم مینور و ماژور چیه، دیز و بمول چیه، پس اینا را توی این یاد گرفتیم. خب پس به این صورته. حالا چیکار میکنیم؟ الان من میخوام که توی این درس چهار یک مقدار با این نوت ها کار کنم که چجوریه. ببین نوتی که نیم پرده میریم بالا میشه دیز، نوتی که نیم پرده میریم پایین میشه بمول. خب میخوام آکوردها رو الان یه دقیقه با هم کار کنیم ببینیم به چه صورته. ببین آکورد اولین نوتمون چیه؟ دوه. پس اولین آکورد، آکورد گفتم سه صداییه. ببین من میگیرم دو میسول، سه تا رو با هم گرفتم. خب این سه تا چی میشه؟ از دو شروع میشه. پس میبینی اسم آکورد هم میتونه دو باشه چون از دو داره شروع میشه، دو میسول. پس این آکورد رو آکورد اصلیمون میشه. من به این آکورد میگم آکورد دو ماژور. میبینی آکورد مادر، آکورد اصلیه. میبینی این دو ماژوره، اولی و سومی سر جاشونه، اولی و انگشت اول و انگشت سوم میبینی سر جاشونه. حالا این سومیه رو این پرده میام در واقع پایین. ببین این میشه الان، ببین این دو ماژور شد، یعنی شد دو مینور. میبینی به همین ترتیب میتونی آکوردا رو پیدا کنی، درسته؟ ببین این میشه ر مینور، خب این میشه ر ماژور، این میشه می مینور، این میشه می ماژور، درسته؟ این میشه فا ماژور، این میشه فا مینور، این میشه سول ماژور، این میشه سول مینور، این میشه لا مینور، این میشه لا ماژور، درسته؟ این میشه سی مینور، درسته؟ این میشه سی ماژور. میبینی؟ به این صورت. پس الان من از آکورد دوم شروع کردم، یعنی به قولی دو ماژور. ببین این آکورد میشه دو ماژور، آکورد اولمونه دیگه، میگم دو، پس از دو دارم شروع میکنم، دو
دو، این دو ماژور، آکورد پایه یا آکورد مادر، دو ماژور که بعد میشد مینور. پس دیدی از همینا آکورد مینور و ماژور من به وجود اومد به همین ترتیب. یعنی یه دو مینور میگی یه دو ماژور میگیرم، پس بدون بعدش یه دو مینور دارم. ببینید بعدش یه ر ماژور میگیرم، یه ر مینور دارم، درسته؟ پس به این صورته، یه ر مینور میگیرم یه ر ماژور دارم. میبینی یه می مینور می ماژور دارم، پس از هر نوت دو تا من دارم. ببین دوباره میتونیم این کار رو انجام بدیم، دو ر می فا سول لا سی. ببین یک بار دیگه فقط توضیح میدم، حالا دوربینم میارم نزدیکتر که ببینی. ببین این چی شد، دو ماژور. آکوردا رو بعد یاد بگیریم، پس مینور و ماژور رو یاد گرفتیم، فرقشون تو اون امه بود. ببین دو ماژور دو مینور، ری مینور ری ماژور، می مینور می ماژور، فا ماژور فا مینور، درست؟ سول ماژور سول مینور، لا مینور لا ماژور، سی مینور سی ماژور. دیدی همه ستایی. پس به این صورت میتونیم آکوردامونو به وجود بیاریم. بعد دقت کن، قرار نیست هر آکوردی که میگیری بلافاصله همیشه این سفیدا ماژور مینور بشه. ببین یعنی مثلا من میگیرم دو ماژور، خب این میشه دو مینور. خب الان تو حتما میگی که مثلا ر مینور یا مثلا آکورد بعدیمون باید حتما مثلا توی این سفیدا، مثلا اگه داریم بمول دیاز میگیریم حتما باید ر مینورمون بالا باشه. نه، اینها به خاطر نیم پرده یک پرده و به خاطر پرده نوت ها با هم فاصله هاشون فرق داره. ببین من میگیرم دو ماژور، اینو میگیرم دو مینور، این تموم شد. بعدیشو ببین، بعدیش ر، یعنی چیه؟ یعنی میشه ر مینور. حالا میخوام ر ماژورش کنم. ببین به این صورت تا به آخر. پس ما تا الان تو این چهار درس اصول انگوش گذاری رو یاد گرفتیم، آکوردا رو یاد گرفتیم، نوتای دیاز و بمول یاد گرفتیم، کتابایی که میتونیم باهاش راحت پیانو بزنیم رو یاد گرفتیم، کار با پدال تقریبا داریم یاد میگیریم، و اینکه کم کم دیگه آکوردامونو که یاد گرفتیم شروع میکنیم به ترکیب آکوردها و آهنگهامون که حالا تو درسای بعد با هم انجام میدیم، ببینیم به چه صورت هست. و باز هم کتاب ها رو یه دور دیگه اگر بخوایم یادآوری کنیم، میگم کتاب گلچین آهنگو برای آهنگ زدن اشمیت هست، بیر هست، چرنی هست، و دوتا خانوم که یک و دو کتاب های حرفه میشه. پس اینم پایان درس 3 و 4.